از اینجا جمع شما
আবার ولكن يجب ان يكون هناك
Thank
في جيل الجيل استبدال مفهوم التشريع الإنجليزي بالفهم الدين وأخطافه جهانية يعني سويدي الهوية كيف أشباهي يمر الميل كبير ليه الأمور تتحدثينا في كل تشريع ويحرص في إنجليزة أو ليه نحن في الهجيل أمنية سوسيين أكلتا بشغلاني كوميكي من الوصفات خوزا دروس نفسه نمانكي أكثر من شيء يكون لكم أبا إدامي جيندي يوم أكثر من في يوم سكتون إسرائيلي بيان لأقوم بشي جيد رئيس الله أم بشي كسر أبوه انتسان في شوق عربي إشتاء في كل حفظان بجمي إسرائيلي اون موقع تلاش می شدن جنگ زدنی همی را دفاع مقدس از یک وزیفه ملی قلم داز کنند در حالی که مقابلت ایران با ترد صلح خودش و با سیاست صلح خودش اجالگری زدنی همی رژیم را بسر کرد و کاملا معنی شد که تکنگا حرفشون به یک کلام سنتون در اتشاره و شعارهای جنگ جنگ تا رفت استیتشنت آلم و همچنین شعار فتح قدس از طریق کربلا که سر می دادن هست نیست به کشور ما رو در تنور جنگ می رسد و همه این سازمان بسیار بسیار تلخ رو ایجاد دارد. حالا من دین همون رو خونها با دجالگری زن از منافع ملی و بالا بردن توان علمی و تکنولوژی هستهای در ایران در حالی که مقاومت ایران و متخصصان ایران کاملا روشن کردن که طرحهای آخوندها مشخصن برای دستیابی به بمب اتمی و همچنین تدوین بقای این رژیم به همون دلیل لازمه که نسل جوان و آگاه ایران و به خصوص شما دانش آموزان و دانشجویان که همواره در ایران نقش جدی داشتید برای آگاه کردن مردم، حالا هم این وظیفه بر عهده شماست که نسبت به سجالگریهای آخوندها در مورد طرحهایتون میرشیم هوشیاری و حساسیت داشته باشید. شما باید تمام هموطنان رو نسبت به فریبکاریها میرشید و همچنین خطر شوم تسلیح اتمی خودها هوشیار کنید و باید همه راهها رو به روی آخوندها ببندید. بله، حضور شما در صحنه میتونه این آخرین درههای باز رو به روی اونها ببنده و هیچ زمینه برای اقواگری اونها باقی نمونده. باید پروژه اتمی اجرای وسیله نجات به تناب دار همین آخوندها و رژیم روی فقی تبدیل بشه. از اونهای باز کسی جاستی چرا این حدینه سرسام آوره سازهای اتمی رو برای ساختن دانشگاه و مدرسه توتر کشور با طرحهای عمرانی و سرعتی کشاورزی و همچنین ایجاد شغل به کار نبودند؟ چون مردم ایران اینطور در آتش فقر و محرومیت دست و پا نزدند.
چرا هنوز نگران کلاس درست در زیر چادر از اون کتر بدش میشه؟ اون هم کشوری که این همه سرزتمنده و این همه پول داریم. برای چرا ده میلیون جوان جانی از جمله ده ها هزار پزشک و مهندس جوان ای کنند؟ و چرا آموزگاران و فرهنگیان شریف ایران به فقر و ناداری دچار شدند؟ و باز هستی چرا میلیون ها نوجوان ایرانی قادر نیستند به دانشگاه را پیدا کنند؟ و باز چرا دانشجویان ما از حد اقل امکانات آموزشی تحقیقاتی و رفاهی در دانشگاه های خودشون بیدهند؟ در برابر این پرسش ها واقعیت اینه که خوبی جواب ندارد. اونها به پایان خط رسیدند و در همه شؤون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بین المللی شکست خوردند و بنابراین در مقابل جامعه جهانی و به خصوص در مقابل مردم ایران به سیم آخر زدند تا شاید بتونن از این طریق خودشون رو حفظ کنند و چند توانی بیشتر آخر قدرت و بستر ایجاد سرکوب و اختناق روی سر مردم ایران و چه تقابل سرعتهای اونها باشند. در هفتههای اخیر آخوندها برای مرعوب کردن جامعه و به خصوص مرعوب کردن جوانهای کشور به تبلیغات سرکوبگرانه علیه که به اصطلاح بسیار خودش عراضی رو اوباس جفت داده و میگن میخواییم طرز امنیت اجتماعی رو به اجرا بذاریم. امنیت برای چی؟ اونها تعدادی از مناطق تهران به شهرهای بزرگ رو جرم خیز اعلام کردند و در این مناطق قوای ضد شورش سخته شنیدید که دو زیاد رو دستی کردن و در خیابی روی خیابون ها به شکل بسیار فقیر آمیزی در نهر تماسا گذاشتن. در باقل جوان ها رو با دستند و تاوند در خیابون ها می جردن تا اونها رو تحقیر کنند و در نمازی شاکر تریاد می کشند که باید دست و فرق نید و زد